از زایدی سلام خدا کنه کلگی شما در هر جایی که هستید صحت و عافیت باشید و دور از درد و رنج و غم روزگار بشین، خوش و خوشحال بشین. بعد از مدت های طولانی بازم من هستم، خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما عزیزا هستم و امیدوار هستم که در این مدت که نبودیم حال کلگی شما خوب باشه و بدور از اتفاقات بد باشین. دوستای عزیز، ما این ویدیو را بلده ازی جور کدوم که بلده شما قصه کنم که در این مدتی که نبودم کجا بودم و که تا جایی که شما خبرین من پاکستان بودم. خیلی از دوستا درخواست کردن که نگران شدن، اظهار نگرانی کردن که کجا شدی، یک دفعه گم شدی، ما نگران هستیم. خواستم که شما از را خبر بسازم از اینکه کجا هستم. خب دوستای عزیز، امر رقمی که شما خبر هستین، ما چند وقت پیش در پاکستان رفته بودم، پیش یاسین و راضیه بودم و در اونجا بودم. ما از آخرین باری که ویدیوی آپلود کردم قد از اونا بودم. باز بعد از اون من خانه یکی از خشای ما بود، خانه از اونا رفتم، مدت یک هفته اونجا بودم و در اونجا نمیتونستم که ویدیو جور کنم بلده شما. بعد از اون واقعیتش را اگر بخوایم بگویم، شرایط پاکستان چون که من غیر قانونی بودم دست من خیلی نامناسب بود و ای که مثلا تک و تنها بودم، فامیلی هم قومای نزدیکم نبودی، فامیلیم که گفتم قومای دور ما بود. ولی من خیلی خیلی سخت تمام شد چون که اولین بارم بود که به تنهایی یک جای مسافرت کرده بودم و هم از جبر بسیار سخت بلدیم تمام شد. و میخواییم که یک تشکری خیلی محکم گفته از اینو محکم یا چقور از تمامی عزیزایی بکنم که وقتی ما در کویتا بودم احوال مرا گرفتن، خواهان عزیز شدن که ما مثلا گفتن بیا به خانه از ما میمان شو، بیا پیش ما باش. واقعا ممنون استم ایزی که نتانستم که بیایم در خانه شما، بیایم شما را از نزدیک ببینم. خیلی معذرت میخواییم، امیدوار هستم که مرا درک بکنین، شرایط هم درک بکنین و او را ذوقیگری از من ندنین. من خیلی دوست داشتم که در یک شرایط بهتر اونجا بیایم و تک تک عزیزا رو ببینم، گپ بزنم، آشنا شوم. ولی متاسفانه که در شرایط خیلی بدی اونجا رفتم، شرایط روحی خود من خوب نبود، واقعا از یک قدم در افسردگی من بود. چند مدتی که اونجا بودم باز طاقت نتانستم، دوباره مجبور شدم که پس برگردم افغانستان. افغانستان برگشتم ولی هیچ کس از این موضوع خبر نداشت، حتی فامیلای نزدیک ما خبر نداشت. من در خانه بودم ولی یکان تا خانه می آمد من یک جایی مرفتم که من نبیند، یک اتاق دیگه تاشم شدم و هر کسی که مو پرسید من گفتم من پاکستان هستم. ببخشین بابت ازی که من دایتان دروغ گفتم، ولی دروغ دروغ مصلحتی بوده و از روی ناچاری. در اون 3 هفته من خانه بودم، در بامیان بودم، بلده من بسیار زیاد سخت گذشت. من در خانه زندان بودم، نمیتونستم هیچ جای برم، نمیتونستم خودشمو هیچ ارتباطی داشته باشم، خیلی برایم سخت گذشت. نمیتونستم کدام جای برم چون پنهان بودم دیگه، خیلی سخت گذشت. و در اون مدت من دنبال ازی بر شدم که یک طریقی بتانم در یک جای امن برم و مخاطر درخواست ویزای ایران را دادم و خدا را شکر درخواست موافقت کردن و تانستم ویزای ایران را بگیرم. و فعلا که قدشمو گب میزنم، من از ایران گب میزنم، من فعلا در شهر مشهد هستم و امی که رسیدم خواستم که قدشمو ارتباط بگیرم. عزیزای دلی که نگران است از اونا را از نگرانی در بیارم، چون که خیلی شما نسبت از من لطف دارین که نگران هستین که برتان مهم است که چه اتفاقی در من افتاده یا میفته، خیلی خیلی بلده من ارزشمند است و نمیدانم که چه رقمی شما تشکر کنم. من در این مدت هرچند که کوتاه بود ولی خیلی خیلی تجربه دردناک بود، خیلی چیزا رو یاد گرفتم و بگم که خیلی بزرگ شدم در این مدت، چون فهمیدم که مثلا دوستای واقعی شناخته میشه در روزای خوب و بعد شرایط سخت شناخته میشه.
یکی شما در هر شرایط کنار از ما بودین، همیشه جای احوال ما مشودین، ولی من خیلی قوت قلب و انرژی بود که میتونستم خیلی کمتری درد احساس بکنم. اینجا که ایران آمدیم، من از ناچاری آمدیم، من مثلا حتی اگه میتونستم مثل یک آدم عادی در افغانستان زندگی کنم و مثلا جانم در خطر نباشه، نترسم از امنیت خود، خو به هیچ عنوان نمیخواستم بیم. درسته که همه میخواید یک شرایط خوبتر در کشور خوبتر زندگی کنم، ولی خب ما پدر مادرم خانواده خود در همه چیز ترجیح میدم، ولی متاسفانه فعلا اگه ما اونجا می بودم بیشتر در اونا صدمه می زدم. می ترسیدم که به خاطر من جان خانواده من در خطر نیفته، با خاطر مجبور شدم که بیام. فعلا خدا رو شکر در یک جای امن هستم و از بابت از خدا ممنون هستم، از دعاهای شما هم ممنون هستم که همیشه مطمئن هستم که شما در حق از ما دعای خیر میکنین. بازم از تان درخواست منم که دعای خیر خود از ما دریغ نکنین و انشاءالله همه دوستا، همه از داده، هر جایی که هست زندگیش قشنگ باشه، بر وفق مرادش باشه، هیچ وقت مجبور نشه که از خانواده و خانه خود دور شه، و هرچند که هموطنای از مو کلگیشین این درد و غم حتما تجربه کرده و کلش از ناچاری است. دوستا ببخشین صدای از من گرفته، ما یکم زکام هستم، اینو لگان تا نگوید تو کلودیخ شدی و گلویت رو بغز گرفته. ما دیگه 100% شدیم، ولی صدای ما ولده زکام است که گرفته ایم. به هر حال شی خیلی تشکری میکنم از تک تک شما عزیزا. از به بعد انشاءالله اگر خواست خداوند بود، اگر خداوند بر ما توفیق بیده، توفیق داد، حتما در خدمت شما هستم. در ایران در هر جایی که رفتم ولده شما ویدیو تهیه میکنم، خبر میدم براتون که کجا هستم، چی میکنم، و اینطوری با هم در ارتباط می باشیم. من از حالتان خبر می شوم. دیگه بسیار زیاد تشکر از تک تک از یه که در این مدت در من پیام ماندن، نگران ما شدن، گفتن کجا هستی کجا نیستی. خیلی ممنون، شما واقعا لطف دارین و این محبت شما ولی از من قوت قلب است. ای که می بینم که واقعا آدمایی هسته که با وجودی که تا هنوز یک دیگه خود از نزدیک ندیدیم، آشنایی نزدیک نداریم، ولی صحتمندی و خوبی از من بر روزنا مهم است و این خیلی خیلی خوب است. یعنی من هم خیلی خوشحال هستم که در کنار خانواده خود خوب، یک خانواده خیلی خوبی مثل شما دارم که همیشه من را حمایت میکنه. وقتی مثلا میبینم یکی در نام من یک اکاونت ساخته و یک چیزای خیلی بد که اصلا من او چیزا شخصیت من و رقم نیست را نشر کرده، مرم کامنت هاش میخوانم که تمام شما عزیزا مثلا نوشتین که چرا این کارو میکنی و میفهمین که من نیستم. خیلی خوشحال میشم از اینکه شما واقعا مرا شناختین که من همچین آدمی نیستم. دوست عزیز یک چیز خیلی مهم هم میخوایم بلدشم بگم، ای که من فقط یک اکاونت فیسبوک دارم، صفحه فیسبوک ندارم. صفحات فیسبوک خیلی زیاد و بشمار در نام مجبور شده که متاسفانه خیلی پستایی مهنه که مثلا آدم طور شخصیتی میکنه. نمیفهم که هدف اونا چی است، ولی امو عزیزی که امی کار میکنی، لطفا لطفا مثلا کار نگاه که شخصیت یک انسان را لکدار بکنی. یا تا وقتی من افغانستان بودم ولی من خیلی خطر ساز شده بود امو پستا، در حالی که من خودم در فیسبوک زیاد فعالیت ندارم، فقط یک نمای فیسبوک دارم که او هم فالوورش کم است. باز یکان جایی که من میرفتم کامنت میدادم که این اکاونت چی است، مستعار است، کلگی مرم گفت نه خودت مستعار استی. مثلا من گفت تو 18000 فالوور داری، این رو سعی کنی که زیاد فالوور دارم دیگه. باز چی من گفتم، حیران موندم که چی رقم ثابت بکنم که خود من استم. با خاطر از عزیزا تقاضا دارم که لطفا شخصیت یک انسان را خرد نکنین، کوشش نکنین که تخریب بکنین. اگه از ما کدام کینه و بدی در دل دارین، حتما بین در خود نبگین. مثلا مشکلات خود بیاین با هم حل کنیم با گپ زدن، چرا بخوایم که از یک طریق دیگه در یک دیگه خود ضرر برسانیم. و هر حالش بازم ممنونی محبت تک تک شما هستم، بلده کلگی شما روزی خوبی و سلامتی دارم. جور و بخیر باشین، ویدیوهای بعدی از مورم بیننده باشین. خیلی ممنون از کامنت های قشنگ و حمایت های همیشگی شما. برای شما تن سالم و دل خوش آرزو میکنم.
خداوند نمیگذار.